خواندن ابو ریحان بیرونی ابو ریحان محمد ابن احمد بیرونی دانشمند بزرگ ایرانی در قرن چهارم و پنجم هجری است. ابو ریحان بیرونی را بزرگترین دانشمند مسلمان و یکی از دانشمندان ایرانی می دانند. همچنین او به پدر علم انسانشناسی معروف است. دانشنامه علوم چاپ مسکو ابو ریحان را دانشمند همه قرون نامیده است. در بسیاری از کشورها نام بیرونی را بر دانشگاه ها، دانشکده ها یا کتابخانه ها نهاده اند و لقب استاد جاوید به او اعطا کرده اند. این دانشمند خورشید گرفتگی 8 آوریل سال 1019 را در کوههای افغانستان رصد و بررسی کرد و همچنین در رابطه با ماه گرفتگی سپتامبر همان سال در غزنه به مطالعه پرداخت. ابو ریحان محمد ابن احمد بیرونی دانشمند بزرگ ایرانی در قرن 4 و 5 هجری است. ابو ریحان بیرونی را بزرگترین دانشمند مسلمان و یکی از دانشمندان ایرانی می دانند. همچنین او به پدر علم انسانشناسی معروف است. دانشنامه علوم چاپ مسکو ابو ریحان را دانشمند همه قرون نامیده است. در بسیاری از کشورها نام بیرونی را بر دانشگاه ها، دانشکده ها و کتابخانه ها نهادند و لقب استاد جاوید به او اعطا کردند. این دانشمند خورشید گرفتگی 8 آوریل سال 1019 را در کوههای افغانستان رصد و بررسی کرد و همچنین در رابطه با ماه گرفتگی سپتامبر همان سال در غزنه به مطالعه پرداخت.